میدونم که رسانه های اسرائیل در خصوص اعتراضاتی که در ایران در جریان هستش بسیار نوشتند، که بیشتر خود برای ما توضیح بده چی میگن و از به چه ویژگی های اشاره میکنن. درسته، من میخوام اول به همون در واقع مسائلی که از سوی حساب‌های رسمی حالا دولت اسرائیل منتشر شده بپردازم. شاید مهمترینش توییتی بود که دیشب حساب رسمی دولت اسرائیل که توسط وزارت خارجه اداره میشه، نه حسابش به زبان فارسی، اون حساب منتشر کرد. من دقیقا بخوام ترجمه چیزی که نوشته بود رو بگم، این حساب نوشته بود: نامش را به خاطر بسپارید، مهسا امینی، جهان باید به توحش رژیم ایران اعتراض کند، یادش جاوید باد. اما در کنار اون، همونطوری که گفتی، حساب‌های فارسی وزارت خارجه و همچنین ارتش اسرائیل به زبان فارسی هم به گستردگی به این موضوع پرداختن. حساب فارسی وزارت خارجه اسرائیل چندین پست منتشر کرده در توییترش، که در یکی از آخرین پست‌هاش به ادعای رئیسی در همین مصاحبه اخیرش اشاره کرده که گفته بود که زنان ایرانی به صورت خودجوش در واقع حجاب رو رعایت میکنن. حساب فارسی وزارت خارجه اسرائیل نوشته که دروغگویی در ذات مسئولان جمهوری اسلامی. ارتش اسرائیل در حساب‌های خودش به زبان فارسی در شبکه‌های اجتماعی مهسا رو دختر ایران توصیف کرده و کشته شدنش رو تسلیت گفته. همچنین در یک توییت دیگه ای نوشته که رژیم ایران از داخل در حال نابود کردن ایران هست. رسانه‌ها هم به گست دردگی به این موضوع پرداختن، از جمله حتی کانال 11 اسرائیل مصاحبه ای داشت با یک دختری درون ایران که چند سال پیش توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود. و نکته ای که بهش اشاره کردن این هست که به نوعی شاید برخلاف اعتراضات چند سال اخیر که دانشگاه کمتر در اونها شرکت داشت، این بار دانشگاه های ایران هم در سرتاسر کشور به این اعتراضات پیوستند. سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. همکارم اشکان صفایی اورشلیم.